اولیه که کردیم، سوالی که مطرح کردن دوست دیگری این است که باز اشاره شده به آیه شماره 33، فکر کنم این بیننده عزیز استخراج کردن، سوره مائده، که گفته شده که اونجا دست و پای به اصطلاح منکران به خداوند رو از جهت مخالف قطع کنید. یه اشاره شده در این زمینه. البته نمیدونم میخواین بیشتر در این مورد صحبتی بکنیم یا بذاریمش برای فرصت دیگری. اگر که اگه وقت داشته باشیم، وقت داشته باشیم یه نگاه مختصر به سوره مائده هست، آیه 33. 33 سوره مائده. بله. خب ببین، این راجع به محاربه است. نمیگه هر کسی که مشرک اعتقاد نداره دین نداره. این به دنبال از یعنی آیه 27 داستان دو فرزند آدم رو میگه، هابیل و قابیل، که چطور یه برادر زد برادر بعدی رو کشت بی گناه. حالا میگه که بعد از این تجربه تاریخی که برادر کشی اتفاق افتاد، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، یعنی این یه قانون شد برای بنی اسرائیل. این جالبه که اون مطلبی که دارن میگن در مورد بنی اسرائیله، که هر کسی یه آدم بزنه بکشه بدون اینکه اون طرف کسی رو کشته باشه یا فسادی در زمین کرده باشه، مثل اینکه همه انسان‌ها رو کشته. یعنی مسئله کمیت مطرح نیست. اگر کسی دستشو به خون یک بیگناهی آلوده بکنه، مثل اینکه بشریت رو کشته. دیگه و من احیاها، هر کسی که کسی رو زنده بکنه، یعنی از مرگ نجات بده یا عامل حیات کسی بشه، انگار همه مردم جهان رو زنده کرده. یعنی از نظر ارزشی کیفیتی داره بنا میکنه. این نیست که دزدی من 100 تومن دزدیدم، اون 100,000 تومن پس کار زشت او چند برابر من باشه. نه، همینی که به خودت اجازه دادی دزدی بکنی فرق نمیکنه، آفتابه بدزدی یا 100 میلیارد بدزدی، کمیت نیست، کیفیته. پس میگه اول یه قتلی اتفاق میفته، برادرکشی، و بعد این یه قانون تاریخی برای بنی اسرائیل میشه. اون وقت به دنبال اینه که تو آیه بعدیش میگه که کسانی که الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادن، کسانی که قیام میکنن مقابله میکنن با این ارزشهایی که در یک جامعه معنوی هست و ایجاد فساد و ناامنی میکنن، چهار حالت گفته، اینا به سختی باید کشته بشن، یا دار زده میشن، یا دست و پای باشون قطع میشه، یا تبعید میشن. خب خدا که چهار تا راه حل نمیگه، میگه بر حسب این قتلی که اتفاق افتاده، حقوقدانای جامعه، مسئولین قضایی ببینن که چه مصلحتی است. من یادم میاد چندین سال پیش، 7-8 سال پیش، یه جوانی در ایران دخترانو میدوزید و در ماشین پیکانشو جوری کرده بود که از عقب نمیتونستن، بعد اینا رو میبرد و به هر حال تجاوز میکرد و میکشت. در 12 تا وقتی به گرفتنش این کارو کرده بود، جامعه به شدت ملتهب بود، یعنی میخواستن که جلوی این کار گرفته بشه. خب دستگاه قضایی اعلام کردن همه اونا که عزیزانشون، دخترانشون، نامزداشون اینا توسط این به این بلا گرفتار شدن، بیان همه شلاق بزنن. یعنی در واقع جامعه میخواد که جلوی این کار گرفته بشه. حالا این میگه که از شدیدترین حالت شروع میکنه تا میاد به این که تبعید بشه. یعنی میگه ببینید مصلحتتون چیه. یادمه توی کرج یک باز کارگر ساختمانی بودیم، بچه های کوچیک رو میرفت میدوزید و بچه 5-6 ساله تجاوز میکرد، تو چاه مینداخت. جامعه میخواد یه عکس العمل نشون بده که دیگه هیچ کسی به خودش اجازه این کار نده. یا همین اخیراً تو امریکا اون جوانی رو که به هر حال دختر بچه 5-6 ساله بود که کشته بود، داستانش رو دیگه همین روزاست که همه خوندن دیگه. یه وقت هست که نه، یه اتفاقی افتاده کسی هم نمیدونه، میگه همینی که اینو از این شهر تبعیدش کنید، گورشو گم کنه، کافیه، چون خدا که نمیخواد از کسی انتقام بگیره. همینی که چهار راه حل گذاشته، یعنی شما ببینید که مصلحت جامعتون چیه. میخواد جلوی یه جنایتی گرفته بشه، کسی عکس العمل نشون نده، به سخت‌ترین وضع اینو تنبیهش بکنید، یا نه مهم نیست، فقط از این شهر دورش بکنید یا به دارش بدنید. آدمی نیست که بگیم نماز نمیخونه اعتقاد نداره. کسی که آدم کشته، راجب نوع قتلی که تو جامعه اتفاق میفته در عکس العمل رو در واقع توضیح میده، اونم در واقع ابدی نیست،
در هر زمانی ممکنه بعد از مثلا 5-6000 سال یا 500-600 سال مردم بفهمن این تنبیه نیازی نیست، همون تبعیدش میکنیم، از این شهر فقط بره. یعنی اینو به ما سپرده خدا. شما ببینید که شرایط اجتماعیتون چگونه است، مصلحت برخورد با این جنایت که انجام شده چگونه است. میخوان کاملا تو جامعه یک درسی بدید که کسی این کار تکرار نکنه، یا نه میشه همینجوری فرض کنید، حالا اون موقع که زندان نبوده، بگیم تو زندان مثلا 5 سال یا 10 سال بدین. زندان یه چیز جدیده، در طول تاریخ سابقه نداشته که زندان یه امر ثابتی بوده باشه. دلیلم نداره یه جامعه خرج نهار و شام و زندگی یه نفر بده، یه ده آدمای آزاد عمرشون تباه بشه برای نگهداری یه یا تربیت میشه یا نمیشه دیگه. مهم اینه که این زندگیش هم، چون زندان هم جنبه آموزشی نداره، میرن تو زندان آموزش میبینن بدتر هم میشن در واقع. یا مثلا تنبیه شدیدی که این کارو نکنه، یا بعد آزادش کرد دیگه، ولش کنه. رنج گفته شده، رنجی در واقع گفته شده. همینطور که عرض کردم مشکل اینه که قبل و بعد خونده بله. نمیشه درست. اولا این در دنبال بنی اسرائیله، تجربه بله. بنی اسرائیله بله. نه در مورد قرآن، یعنی به دنبال اون تجربه تاریخی بله. جنبه بشری داره.